من کنت ساجدیس. چطورین؟ خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. فارکارالا رو هم دیگه گوش کنیم از آلبوم اوبلون از کودی کودی وانس ترک شماره 13 هم از سانکلود کودی وانس. بیشتر این کار رو که من هم لینک سانکلود کوروش رو میذارم توی دیسکریپشن برای علاقه مندان به غیر دزدی گوش دادن چک کنید دیگه، از سانکلود گوش کنید یا سایر پلتفرما. لینک یوتیوب دلولو استنارم توی دیسکریپشنه، به اون کانالا سر بزنید، شاید کانتنتی بود که بتونید اوقات فراغتتون رو باهاش پر کنید. و اگر فورگنگ هاتون رو هاچینید توی کامنت بریم اشنبید ترکه فور کارالاله رو از کوروش فیتسیا بریم. ایتوید نویز پرودوسر. بیبی رفتی چی فرق کرالله جز اینکه فقط میاری رو مستی بالا. به اندازه کافی فیتش عجیب بود واسم که سیاه جا عجیبه دیگه. توی این آلبوم اومدنش خیلی عجیبه، یعنی ما نه کانکشنی دیده بودیم از این دو نفر. وقتی از این دو نفر نه شباهت میبینی نه کانکشن میبینی نه الگو، هیچ الگویی پیشبینی نمی کنه همکارشون رو با هم دیگه، عجیبه دیگه. آدم تشتاش میریزه. نه تنها همین عجیب بود، ترک پارتی بنگره، سامر پارتی بنگره. چه تختی لیوان پر تسیگارو داری خودتو به گامی دیدو دستی مروز اون کو چیزی یادت نی خواست خودت بود بی خیالشین. اگه همین روز دیدی ما یکی بدون بین من اون چیزی مثل ما که نی همشو میاد بدن بله تو به دوزم میگم نزنن نرف تو اخونه میزنم بیرون. باله بال میخونه کوری پنج سو برم ته در شب باز دلت تنش تو چیزی فرق نکرد باز میبینی جز تنهای چیزی نی. دلیوریش خیلی بامزه شده، یه چست مامبل داده به دلیوریش. بازی دیدی هر کاری کردم باز دستمو بگیرم بایی حالت غور داده به دنگازر غور میزنه، خیلی بال شده. Let me get back دارم بچ مچ پره نمیکردی که یه تو که سته منم بزو میکنم اشته خیلی گفتم نه رو من تو رو بلدم و دفیه شدن فن و سیبیل و بامبر قطع هم میخوام بکنن یه جو کلکم و با اینکه خودم خیلی وقت افتادم تو ترپ رتا هم میخوان بکنن بعد جور کلکم و با اینکه خودم در وقت افتادم توی ترپ. چی فرق که حالا جز این که میده فقط سیاهه؟ از سگ دراغا نداریم چانسی دیدم از سگ دراغا. چی فرق که حالا جز این که میده فقط از سگ دراغا نداریم چانسی به سختی بالام جوری که نمیفهمم من تو اگه قرخشی دادم دل و دو دستی به تو نگو ببخشی دلمو خراب کردم که شاید تو بترشی حتی فکر نمی کنم واسم به صرفی دیگه هنی به چرخ تا به چرخیم و تو باندری فیرم و دم و جنی. چقدر ترک عجیبی با حاله، چقدر ورس سیاه. اصلا انتظار نشم این سیاه هم دلیوریشو عوض کنه و فش ناموس رو از کلامش بندازه و با حال چه اصلا چقدر عجیبه ترک. این یکی از اون آزمایش با حالاست به نظرم. کم دارم که حتی کدو مطلی همه شد و بوده جلو مبزو ترکید و بچار و کرم کنسل نداشتم از چی سخم منو بازه حکمو کرم لازم پوی سرم من نگاه نمی کنم پام رو گازه هنو می چوقم نانه سنو تو این تاسو قلبم زیر برف و چند ساله که چاله گوش کنم توی دلت میگه به دورم به چه پره نمی کری که خیلی به طرز عجیبی با حاله، یعنی اصلا پشمان من رخته. میبینی وقتی سطح انتظاراتت با واقعیت که اتفاق میفته این قفاصل داره اینجوری میشه که پشمان بریزه. احسن زارم بزرو میکنم اشته خیلی گفتم نرو من تو رو بلدم و دفیا شدم فن و سیبیلا بومبا را تو هم میخوام بکنن یه جو کلکم و با اینکه خودم خیلی سال افتادم تو ترپ.
آره بسته دیگه. خب باحال بود. فارکارالا فهمیدی؟ گاوی دیگه گاو. باحال بود تاکیاش. میگم من به نظرم یکی از آزمایش بالا در اومده بود. کور هم کوری هم سیاه، هیچ ربطی به چیزی که تا حالا ازش شنیدیم نداشتن. داشتن مثلا کوروش اون ناله تو صداش، ناله یه که تو ترک هوملون هم مثلا ما شنیدیم دلیوریش، ولی میگم یه چوس ناله رو تبدیل کرده بود به غر، مثلا یه کم فرق داده بود با همیشه، یه چوس آزمایش کرده بود دیگه. به نظرم اون تغییرات ریز خوب جواب داده بود و اصلا اون دلیوریش به این ترک میومد، به این بیت میومد. مثلا شاید به یه سری ترک ها اون دلیوریش نیاد خیلی، این ترکیبی که نتیجه میشه ترکیب جذابی و حالا خوش صدایی نشه، اینجا خیلی باحال شده بود. ورس سیام ورس باحالی بود اصلا. اون چی میگن، اون تیکه کلم لاتیا، اون لاتی تلفظ کردن های حروف و کلمه ها و این چیزا که و تو بعضی ترک‌ها به نظر من اضافی و توماچ و دلیل بد بودن ورسای سیام میشه، اینجا به نظر من دلیل باحال شدن ترکی، باحال چطور بگم، دلیل آسنتیک شدن ورسش شده بود. اون زاویه دیدش خاص کرده بود دیگه، میگم چی میگم که رفتی هیچ فرقی نه. اون پر رو بودنی که آدم داره، یه سری پسر رو دارن نسبت به اینکه من تو رو دوست دارم نباشی کسنانت، این همچه حالتی. خب همچین چیه، همچین لندی تو زاویه دید ورس سیامن حس میکردم که من به خاطرت این کار کردم، این کار کردم، حالا برو گم شو بچرخ تو بچرخ. اون بامزه کرده بود اتفاقا، همون دقیقا این زاویه دید آسنتیک کرده بود ترکو و این زاویه دید همراه شده بود با اون لاتی تلفظ، تلفظ لاتی های سیا. به نظرم باحال شده بود، تاکی باحالی بود، به نظرم یکی از تکای بهتر آلبوم بود، هرچند خلاف انتظار، ولی تاکی باحالی بود. و من مثلا من هفتم با این تک، هفت نیستم ناموسن، ولی به نظرم شیش و نیم جالب بود، به نظرم یه آزمایش باحال بود. شیمی خیلی خوب در اومده بود اصلا و پر از سورپرایز بود اصلا ترک. شیش و نیم رو به بالا دیگه، شیش و نیم خیلی خوب. من نه هفتم واقعا، چون بیتش هم نگاه میکنم بیتش هم بیت باحالی بود. همین، شما نظرتون رو بنویسید ببینید نظر شما راجع به این ترک نارایج و نامعمول چیه. سابسکرایب و این جور چیزا یادتون نره بچه‌ها، یوتیوب داره سابا رو میپرونه، زنگوله بغل سابسکرایبم یه چک کنید اگه نزدید و دوست دارید از آپلود ویدیوها بی خبر نمونید بزنید دیگه. نظرتونم بنویسید، لایک و اینستا کنید هم که گفتم دیگه. تا ویدیوی بعدی، فور گنگ.